بسم الله الرحمن الرحیم. اول یه نکته خیلی عمومی من بگم که ما توی دنیا جایی به نام دور نداریم، یعنی اینکه بخوایم چیزی رو دور بندازیم چنین جایی وجود نداره در دنیا. بنابراین هر وسیله‌ای، هر جنسی، هر پسماندی که ما در زندگی روزمره داریم تولید می‌کنیم، امکان اینکه اونو دور بندازیم مثل سابق دیگه نداریم، چون همه جا نزدیک ماست. حالا این طرحی که به صورت خلاصه اگه بخوام توضیح بدم، ما در نظر گرفتیم دیدیمش در کشورهای پیشرفته دنیا اجرا شده و محیط زیستشون رو، محیط زندگی اجتماعیشون رو به شکل تمیز و مرتبی تبدیل کردن. یه طرحی هست که ابتداً با جمع‌آوری بطری ها شروع میشه که نهایتاً تبدیل میشه به طرح جامع‌تری که تأثیر میذاره روی پسمان به صورت جامع. تر هم به صورت خلاصه به این شکله که ما بطری ها رو که یک معضل عمده زیست محیطی هستن در جامعمون و همچنین برای مبحث جمع‌آوری پسمان به عنوان یکی از مشکلات اصلی به حساب میان، تبدیل شدن به یکی از موادی که در چرخه اقتصاد دورانی قرار گرفته. چطور؟ با گذاشتن یک ودیعه روی بطری ها. مثلا در کشورهایی مثل آلمان، نروژ، این نرخ بازگشت این بطری ها در جامعهشون 97%. ما در ایران این در بهترین حالت 10 تا 25%، 10 تا 20%. مطالعه‌ای که انجام شده در روی کشور اسپانیا مثلا که در حال اجرای این طرح هست، در سال میتونه تا 93 میلیون دلار از راه اجرای این طرح که ما اسمش رو گذاشتیم سهباران، سامانه همگانی بازیافت بطری ها در ایران، این میتونه صرفه‌جویی داشته باشه چه در مواد و چه در هزینه های جمع‌آوری و مدیریت پسمان. در تهران فقط ما مطالعه‌ای که انجام دادیم با تیم متخصصینی که از دانشگاه تهران درگیر بودیم، فقط برای تهران بیش از 600 میلیارد تومان در سال میتونه صرفه‌جویی ایجاد کنه برای هزینه های جمع‌آوری و مدیریت پسمان. تر هم به صورت خلاصه اینه که استفاده از ابزارهای مکانیزه با فناوری و تکنولوژی بالا برای بازگشت بطری ها، به این شکل که هر مصرف کننده بعد از خرید یک بطری یک مبلغ اضافه ای رو به عنوان ودیعه میپردازه و بعد از بازگشتش به اون محل خرید میتونه مبلغ ودیعه‌اش رو پس بگیره. ما خودمون سالهای گذشته این رو داشتیم در کشورمون برای بطری های شیر، برای بطری هایی که نوشابه شیشه ای، متاسفانه اون هم حذف شده. اسناد بالادستی هم که الان در کشور ما وجود داره، به ویژه سندی که سال گذشته مقام معظم رهبری ابلاغ کردن، سند بالادستی محیط زیست، تمام این موارد رو شامل شده، یعنی تأکید کرده روی این مباحث. ما هم حالا پیگیر هستیم که انشالله این طرح به صورت جامع در کل کشور اجرا بشه. از جمله مزایایی که علاوه بر مزایای محیط زیستی که این طرح داره، میتونیم به زیبایی جامعهمون، زیبایی خیابونها، لود نشدن آب در جوی ها، چون یکی از مشکلاتی که ما در کشورمون داریم وجود جوب های آب. در کشورهای اروپایی، در آمریکا شما جوب آب ندارین، ما توی تهران توی شهرامون جوب آب داریم. این عمده پسماند هایی که از جوب های آب ما میاد بیرون به دلیل وجود همین بطری هاست، به صورت صحیح به چرخه خودش باز نمیگرده، هم یه ضربه اقتصادی میزنه و هم به لحاظ زیبایی شهری این ضربه رو به محیط زیست میزنه، به جامعهمون میزنه. انشالله با اجرای این طرح ما قصد داریم که جامعه زیباتری رو برای مردممون ایجاد کنیم. انشالله که با همکاری سازمانهای مسئول، سازمان محیط زیست، سازمان مدیریت پسمان و نهادهای قانونگذاری به ویژه مجلس شورای اسلامی و شورای شهر، این طرح به زودی اجرایی بشه و ما بتونیم از مزایاش استفاده کنیم.